آقا فرهادین رفتن؟ بله رفتن. کمیسر جم اینجا بود. خیر باشه، برای چی اومده بود؟ حتما مشکل خاصی نبوده وگرنه میفهمیدیم. تا جایی که من فهمیدم به خاطر خواهرش میترسه، احتمالا حرف زده و رفته. تو خواهر برادر داری؟ ببخشید اگه من سوال بی جایی ازت پرسیدم. داشتم، یه برادر داشتم، سرباز بود. زنگ زد گفت داداش میخوام بیام مرخصی، 9 ماه ندیدمش، خیلی دلتنگ شده بودم، خیلی دلتنگ بودم. گفت وقتی اومدم بریم فوتبال. گفتم باشه میریم. روزی که میخواست بیاد 2 تا بلیت گرفتم رفتم ترمینال. خیلی خوشحال بودم، بعد مدت ها قرار بود ببینمش. بعد یه خبر اومد که راننده خوابش برده بود، اتوبوس رفته بود تو دره. از اون اتوبوس فقط 2 نفر مرده بودن، یکی راننده، یکی هم یادگار مادرم. خود رحمتش کنی. از اون روز زبونم بند اومد. رمضان دیگه شد دیلسیز. راستش نمیدونم چی بگم. به تقدیر چی میشه گفت؟ آدم‌ها با پیشونی نوشتشون به دنیا میان، با هر نفسی که میکشن، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. حالا چه اهمیتی داره کمیسر جم نگران خواهرش باشه یا نباشه؟ اسرائیل این بار سراغ کی میاد ها؟ کی میدونه؟ کلت هم بذارم پسرم. آفرین. اوش پسر خوشگیرم و نگاه یهت ما داریم میریم. الو بفرمایید جناب دادستان، اتفاق جدیدی افتاده؟ بر نداشتی نزدیک بود. قطعش بکنم. نامی کمیرخانی که من میشناسم تا این ساعت میخوابه، ولی ظاهرن یه چیزی خوابش ازش گرفته. نمیدونستم اینقدر نگران من هستین دادستان، واقعا ازتون ممنونم. زمان زیادی نمونده، حتما در جریانی. دادستان خیلی زود دارین خوشحالی میکنین. اگه سوال خاص دیگه ندارین که از من بپرسین، میخوام به کارم برسم. فعلا آزادی، به زودی میبینمت. حتما، هر وقت امر بفرمایی. عمو اینا اومدن پسرم. عمو فرهاد اومده. عزیزم خوش اومدی. عمو بازم قصه بلدی؟ راستش من به غیر از زشت و زیبا قصه دیگه ای بلد نیستم. بابام اصلا بلد نیست. بابات بلده، یعنی اون هر طور شده یه قصه میدونه، حتما برای تعریف میکنه. حتما قصه های خوبی بلده، مطمئنم که بلده، برای تعریف میکنه. فرهاد واقعا به خاطر دیشب ممنونم، خیلی تو زحمت افتادی، ببخشید. خواهش میکنم، قابلی نداشت. البته من سعی میکنم چند تا قصه دیگه هم یاد بگیرم. حتما یاد میگیرم، مگه نه؟ هر وقت خواستی زنگ بزن حرف بزنیم. باشه عموی مهربون، زنگ میزنیم. ما دیگه وقتتون رو نمیگیریم پسرم، عمو کار داره، باهاش خدافظی کن. من یه سر میرم بیمارستان، بعدش میام خونه. ایوالا آب جاسلی بریم پارک. باشه عزیزم، بذار بارون کم بشه بعد بریم. آره عزیزم داره بارون میاد، بعدم میریم. بیا خدافظ.
آبجی اصلی دندون این پسرم داره میفته، میبینی؟ خیلی بامزه شده. آره عزیز. آبدین احمق وردشت دختره رو آورده، میگه هر کی نمیخواد از سر میز بلند شه، خجالتم نمیکشه. اتفاقی که برای گلسوم افتاده اصلا راحت نیست. اینطور نیست؟ کار هر کسی بوده، خدا میدونه دختره رو چجوری گول زده، خدا میدونه چه قولایی بهش داده، بعدش هم گذاشته رفته. لطفا یکم درکش کنی. پسرت داره ازش حمایت میکنه، باید افتخار کنی. تو رو خدا دیگه انقدر بهشون گیر نده. چرا نباید گیر بدم؟ توقع داری بگم بفرمایید بشینید رو سرم؟ خودم میدونم چطوری هم عقد و باطل کنم، هم این دختره رو دکش کنم. مامان برای چی کشش میدی؟ نگاه کن حتی فرهادم صداش در نمیاد. آخه به کارش اومد واسه همینه. تو گول رفتار فرهادو نخور. خواهرش هر کاری خواسته کرده. پسر منم، پسر ساده منم داره اشتباه اونو میپوشونه. خوبه والا، عجب دنیاییه. عزیزم کجا میری؟ میرم شرکت. میبینی که همه سرشون گرمه، یکی ازدواج میکنه و یکی میره دنبال تفریحش. بالاخره یه نفرم باید حواسش به کاره باشه. حق داری، به جای اینکه باری از رو دوشت بردارن سنگین ترش میکنن. تو هم خودتو خسته نکن، استراحت کن، برو یکم دراز بکش. باشه. از جنیدم خبری نیست نه؟ من چه میدونم کجاست؟ باید دنبال همشون را بیافتم؟ بس میگی داداش، این خونه دیگه خونه نیست. خداحافظ. به سلامت. گلسوم من دارم میرم. کجا میری؟ میشه ما هم بیای؟ این کارو نکن، باید برم سر کار. باشه. تا وقتی تو اینجوری هستی من چطوری میتونم برم؟ خب چی کار کنم؟ مگه نمیبینی چطوری نگاه میکنن؟ مامانت هر روز میخواد اذیتم کنه. خب به ویلدان بگو، بگو با نجدت ستایی برین بیرون یکم هوا بخوری. اصلا میدونی چیکار کن؟ نجدت رو بردار ببر تو حیات، بذار ببینه خجالت نمیکشی. گلسوم خودتو نباز، تو کار اشتباهی نکردی. باشه. باش، بهت زنگ میزنم. که بلوها این هاندان جادوگر میگه رفتی بلو، میگه مامانت رفته. من نتونستم حرفی بزنم، بهش نگفتم اومده بودی عقد من. مامان تو که بعد از مراسم نرفتی ها؟ نه دخترم، گفتم که جایی نمیرم. خب بیا دیگه، کجایی؟ اذیتت میکنم؟ اینجا مثل جهنمه. اصلیم که نیست، منم تک و تنها موندم اینجا مامان. کاری که شروع کردی و باید تا آخرش بری گلسوم. نگران نباش، منم میام. کی میای؟ وقتش که برسه، وقتش که برسه میام. تو فعلا به حرفای اونا اهمیت نده و فقط تحمل کن. باشه. تو کجایی؟ حداقل بذار من بیام پیشت. نمیشه، من خیلی دورم، پیش یکی از دوستامم. دوستت کیه؟ یه دوست قدیمی. تو فعلا فقط به پسرت برس، تحمل کن. باشه، برو دیگه عزیزم. خدافظ. بودو 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 بشین ببینم. یهو دیدی انقدر رفتیم هوا، مرغابیارم گرفتیم تا اون باله باله ها میری. خب آخ خدایا، جا شدم عذرا. چطوره؟
من تاب بازی رو خیلی دوست دارم. تو هم سعی کن تندتر تاب بخوری. پای من مثل لک میمونه، همش میخوره زمین. الو جنیدم، جنیدم بابا جنید. آره میخوای تا دو سه ساعت دیگه 1000 لیر گیرت بیاد یا نه؟ یعنی قبول میکنی؟ خیلی خوب، کارت راحته، فقط باید یه بسته کوچولو بگیری. دقیقا. خوبه، کجا این؟ باشه رفیقت هم بیا. ببینم ونه هنوز هست؟ خیلی خوب، باشه منتظرم. فرهاد، پسر خاله. بگو. من به ییتم گفتم نمیخوام خواهرتو ازت بگیرم، میخوام اونو امانت بگیرم. میخواستی چی کار کنه؟ دختر بیچاره رو از پله ها هل داد، بچهش مرد. تو اونو زدی؟ اونجوری که من میخوام بپرس. بگو دایی رو تو زدی؟ مادر، مسلمن تو نمیفهمی تو این خونه چه خبره، چون اصلا خونه نیستی. برادر عزیز دیتا منو کشون دادگستری، اصلا بازشویی کرداره، حتما تو از اینم خبر نداری. میشه اینجا بمونی؟ اصلا نری، همدیگر رو بغل کنیم، مثل گربه ها محکم همدیگر رو بغل کنیم و با هم بخوابیم. ما با هم خوبی. وقتی آدم ها دخالت میکنن رابطمون خراب میشه. تو زش نیستی، تو فقط تو آینه های اشتباهی نگاه کردی. به من نگاه کن، میخوام یه چیزی بگم. از این به بعد به من نگاه کن، باشه؟ من تو رو زش نمیبینم. اومده بودم رو تختی تو عوض کنم. باشه، ممنون آبجی زینب، خیلی ممنون. دست نمیزنی زینب، خدا رو شو گلسوم تنش سالمه، خودش بلده رو تختیشو عوض کنه. تو این خونه هیچکی خدمتکار اون نیست. اونا رو بذار رو تخت گلسوم، بعد برو، خودش کاراشو انجام میده. چشم حالیدم خانم. از این به بعد همین جوریه خانم کوچولو. حالا که مخه پسرمو زدی، باهاش ازدواج کردی، از این به بعد هر چی مادر شوهرت بگه همونه. دیگه نمیتونی ماتو پریشون کنی، همینجوری واسه خودت بچرخی. دیگه تموم شد. خیلی ممنون از یادآوریتون. منو ببین، فکر نکن چون آبدینه هست میتونی واسه من بلبل زبونی کنی. اینو بدون که من مادرشم، ولی تو زن اجباریشی. در نهایت هم به حرف من گوش میده. حواستو جمع کن. مامان، اینجا چه خبره؟ مادر شوهر و عروس داشتیم حرف میزدیم، چیزی نیست. بیا گلسوم جون عزیزم، بیا بریم، برو تو بشین. دوست دارم بهت بگم ناراحت نشو، اما میدونم خیلی سخته. من میدونستم اینجوری میشه، باید یه جوری کنار بیام، چاره دیگه ای نیست. آبجی ویلدان، عصبانی شدی؟ خب بالاخره داداش آبدین برادرته، حتما دوست نداشتی اینطوری ازدواج کنه. زندگی همینه، همیشه اونطوری که میخوای نمیشه.
نه ناراحت شدم نه هرس خوردم، فقط به آبدین افتخار کردم، به برادرم. گفتم چه برادر خوبی، خوشحالم همچین برادری دارم. آره همینطوره. گلسوم پدرش کجاست؟ ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم، باور کن من واقعا منظوری نداشتم، همینجوری. نه یعنی نه، باشه. خب رفت، باباش رفت، نمیدونم کجاست. نکنه زن داشت؟ نه زن نداشت. ببینم، یعنی نمیدونست تو حامله ای؟ آره حتما وقتی فهمید فرار کرد رفت، مگه نه؟ بی شرف ترسو. من فراموش کردم، مهم نیست، اصلا هر کاری میخواد بکنه. درسته، اما اگه یه روز یهو سر و کلش پیدا بشه بگه اومدم پسرمو ببرم چی؟ باشه میرم، ولی این داستان ادامه داره، من راحتت نمیذارم، حواست باشه. نمیتونه، یعنی من دیگه، کسی نمیتونه بلایی سرم بیاره. اگه بخواد همچین کاری بکنه خودم میکشمش، بهش رحم نمیکنم. ها باشه عزیزم، اصلا ولش کن، بهتر فکرهای منفی نکنیم. باشه تو هم بهش فکر نکن، منم کنارتم عزیزم، منو مثل خواهرت بدون. ویلدان ممنونم. باشه من میخوام برم بیرون، تو چیزی لازم نداری؟ نه دستت درد نکنه. خودتو تو اتاق حبس نکن، میبینمت، ناراحت نباش. خدایا چی کار کنم، چی کار کنم؟ خودت کمکم کن. آها چشم از اون پسر بر ندار، تو اولین فرصت برو طرفش. چشم داداش. پولو کی میگیری؟ نترس بهت میدم. میخواستم مطمئن بشم. میدونی که بچه دزدی کار سختیه، جرمش هم سنگینه. خیلی خوب، اینقدر کشش نده. خیلی خوب، به تو 1000 تا میدم، به اونم 500 تا. حله؟ صاب خوردن خسته شدم. ای وای خسته شدی؟ ای بابا اشکالی نداره، بیا بریم سرسره بازی. صب کن بیارم ات بیرون، بپر پایین بریم سر بخوریم. بیا عزیزم تو برو سرسره بزرگا، اون برای تو کوچیکه. یه بار دیگه. وای باید بچگی های منو میدیدی، انقدر بازی میکردم، همش میدویدم این بر اون بر، تا بازی، سرسر بازی، دوچرخ سواری. تو بازی همش دست و پام زخمی بودم. این کارو از تو برمیاد عزیزم، اصلا تعجب نکردم. مادرم از دستم آسی میشد. عزیزم حواست به بچه هست، من یه لحظه برم دستشوی. آره برو خیالت راحت باشه، برو. پول خورد داری؟ آره آره دارم.
ای کوچولو. سلام، چطوری؟ من یکی از همکارای باباتم، گفت امروز دیر از سر کار میاد، بیام دنبال تو، با هم دیگه بریم خونه. واقعا راست میگی؟ میخوای بریم پیش بابات؟ بیا بریم. اوز جان چی کار میکنی؟ ولش کن، بچه رو کجا میبری؟ بیا. خوش اومدی مراد. خیلی ممنون دادستان، از کتاب فروشی بغل اینا رو پیدا کردم. خیلی ممنون، دست درد نکنه، خسته نباشی. همچنین. اوز جان، اصلی، اوز جان، ای بابا، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. اصلی، ببخشید، شما پسر منو ندیدین؟ یه پسر مو فرفری چشمابیه. ها، اسم پسرتون از جانه؟ آره. از جان، اصلی، از جان، مامان جون کجایی تو؟ از جان. سونا، واسه اوز جان کلی کتاب داستان خریدم. اوز جان رو دزدیدن. شما کی هستین؟ از جون ما چی میخواین؟ آبجی اصلی. عزیزم نترس. شما کی هستین؟ اعصابمو خورد نکن، صداتو ببر. رشید، دارن تعقیبمون میکنن. این احمقم که ولمون نمیکنه. عزیزم نترس. خودتو بکش جنید، اون دختر هنوز زنده است، خودتو بکش، چون اگه جلم ظاهر بشی خودم میکشمت. دایی آروم باش، آروم باش، یه سورپرایز فوق‌العاده برات دارم، حتی دوتا. اگه از سورپرایزم خوشحال نشدی قول میدم خودمو بکشم، مثل یه مرد. کجایی؟ این احمق چرا ولمون نمی کنه؟
کثافت. رمزون یه لوکیشن میفرستم، همین الان بیا. سونا سونا عزیزم، پسرم رو بردن، با اصلی دوتاشون رو بردن. چی؟ نترس عزیزم، باشه پیداش میکنیم عزیزم، بهت قول میدم. از جون ما چی میخواین؟ چرا هیچی نمیگین؟ از جون ما چی میخواین؟ چرا ما رو آوردین اینجا؟ اینقدر حرف نزن، برو بشین. ساکت شو. بیا اینجا، بچه رو ببند. شیرین بازی در نیار. عزیزم برو پیش مامانت بشین. بس دیگه. حواست به جفتشون باشه. دایی هدیه هامو سعی و سالم رسیدن، منتظر خبرم باش. بعدشم 5 میلیون دلار آماده کن، بیا بچه ها رو نجات بده. به عنوان یه قهرمان برگرد خونت. خوشت اومد؟ بی نظیره. باشه باشه، باید خبر میدم، بعدشم لوکیشن برات میفرستم، پولو با خودت بیار، بعدشم از جان وردار رو با خودت ببر. باشه چشم. آفرین پسر، گل کاشتی، دمت گرم بچه زرنگ، دمت گرم. خیلی خوب بود، خیلی خوب حلش کردی. همون جوری که قول دادم، اینم پولت. مگه قرارمون همین نبود؟ نصفشم وقتی کار تموم شد میگیری، باشه؟ مگه همینو نگفتی؟ بچه زرنگ کی بودی تو؟ منتظر خبرم باش. از ما چی میخواین؟ آخه چرا هیچی نمیگین؟ خب حرف بزنی. ببین رفیق، اون فکتو ببندش، دنبال دردسر میگردی؟ چشم آقا، هیچی نمیگم. آب جی آسمی، نترس عزیزم، نترس، چیزی نیست، افتادیم یه جایی اما نمیدونم کجاست. باشه من باهاتون تماس میگیرم، منتظر خبر من باشین، همه یه ورودی خروجی ساریه رو کنترل کنین. یید از بچه ایمان چی میخوان ها؟ سونا قول میدم بر قیمتی که باشه پیداش کنم، قول میدم. قول میدی؟ دادستان از بیسیم شنیدم از جانو دزدیدن. آره
کمیسر جن فقط اوزجان نیست، آسلیرم بردن. آسلیر؟ تو پارک با هم داشتن بازی میکردن، میخواسته نجاتش بده ولی اونم برداشتن بردن. تو سونا رو بفرست خونه. بسرم بفرمایید کمیسر. سونا خانم رو ببریم منظر. یید من جایی نمیرم تا رو خدا. سونا گوش کن عزیزم، بهت قول میدم پسرمون رو پیدا کنم، تو با بچه ها برو خونه، اینجا نمون، برو. قول میدم کوچکترین خبری شد با تماس بگیرم، قول میدم. قول میدی؟ قول میدم، برو برو اینجا نمون، برو. تو رو خدا تا وقتی پسرم رو پیدا نکردی دایی. باش عزیزم، قول میدم، قول میدم پیداش کنم بیارمش خونه. برو خونه، برو تیگه، برو اینجا خونه، با دوستان برو خونه، ببرینش خونه. خیلی ممنونم، متشکرم. عجله کن، یه پسرمون رو پیدا کن. باشه باشه عزیزم. فرهاد کجاست؟ فرهاده. الو، دنبالشون بودم، گمشون کردم. تو کجایی؟ اینا کیان؟ آخه برای چی باید اوزجان رو بدوستم؟ نمیدونم، هیچی به ذهنم نمیرسه. تو کجایی؟ دارم میام، تو راهم. گاز بده، گاز بده، گاز بده. آسلی به اوزجان. یه سوال ازت دارم، ببینم ترسیدی؟ نه ترس عزیزم، این یه بازیه اوزجان. بازیه؟ آره بازیه. پس چی؟ من و مامانت حرف زدیم، گفت بابات زیاد باهات بازی نمی کنه. ما مصابانی شدیم، گفتیم خودمون یه بازی را بندازیم. این بازی نقشه ماست. میدونی این آدم ها کیه؟ کیه؟ همشون دوستای منه. آره بابا، مثلا قراره آدم ها یه بدی باشه. ببینم راست میگی؟ بله. خواهش میکنم، خواهش میکنم، ای مرد ستمگر، ما را رها کن. ما نمیخواییم تومه یه شیرها بشیم. آدم بدیه؟ آره. من خیلی میترسم، تو هم میترسی؟ نه بابا دیگه نترس، چون که قراره برادرای قهرمان بیان ما رو نجات بدن. برادرای قهرمان کیه؟ فرهاد طوفان و سلطان آبها ایت. چطوره؟ اونا میان ما رو نجات میدن، اون وقت حساب این آدمای بدجنس هم میرسن. قبوله؟ بزن قدش. فرهاد ایت، بیاین ما رو نجات بدین. تو هم داد بزن. فرهاد ایت، بیاین ما رو نجات بدین. دقیقا همینه. آفرین به تو. چرت و پرتا چی بود میگفتی؟ میگم آسلی و اوزجان رو دزدیدم. نقشه خیلی ساده است. پسره رو نجات میدی، پولو میدی و قهرمان میشی. مگه اید دنبالت نیست؟ انقدر معرفت داره که وقتی پسرشو نجات میدی بیخیالت بشه، مگه نه؟ آسلی هم میکشیم، شرشو کم میکنیم. اینجوری نقشمون طبیعی تر میشه. چطوره دایی جون؟ ها؟ گفته بودم بالاخره بهم اعتماد میکنی. همکار، خیلی خوب بازی کردی، خیلی طبیعی بود. اما یکم میترسم. جدی میگی؟ خب دیگه، پس معلومه دوستای منم نقششونو خوب بازی میکنن. اما جای نگرانی نیست، این یه بازیه. این از اون بازی هست که آخرش خوب تموم میشه. خب اینو یادت نره، یعنی خوبا برنده میشه. مثل اون قصه که گفتی زش عاشق زیبا شد، خوشبخت شدن، قهرمانو میان نجاتمون میدن. دقیقا همینطوریه. فرهاد طوفان و سلطان آبها اید اصلان میان نجاتمون میدن. فقط این بازی یه قانون داره، دوستای من باید نقششونو خوب بازی کنن، یعنی
اگه اونا دادو بیداد کردن یا حرفی زدن ما اصلا نباید بترسیم باشه؟ یعنی باید الکی وانمود کنیم ترسیدیم. قبوله؟ قبوله. آفرین عزیزم. همه چی خوب تموم میشه. بیا. یه ون مشکی بود، هیچ ویژگی خاصی هم نداشت، کثافت پلاک ماشینم برداشته بود. تا کجا تعقیبشون کردی؟ دقیقا پشتشون بودم، کثافت لاستیکم رو زد وسط را موندم. دادستان متاسفانه شاهده چیز خاصی نگفتن، فقط میگن یه ماشین سیاه رنگ دیدن با یه مرد. فرهاد دقیقا همینو خواستی مگه نه؟ الان وقت این حرفاست کمیسر جل. به لطف شما وقت مناسب پیدا نمیشه. پس ساکت شو کمیسر. همه ی خروجی اصلی شهر رو با دوربینا کنترل کنید. دنبال یه ماشین بدون پلاک با رنگ مشکی هستیم. متوجه شدم دادستان. براش کتاب داستان خریدم، نشستم تو اتاق همشو خوند. نمیخواستم پسرم فکر کنه که باباش قصه بلد نیست. میخواستم همه رو براش تعریف کنم. بازم تعریف میکنی؟ شنیدی چی گفتم؟ همه رو تعریف میکنی؟ شایدم با هم تعریف کنیم، خوبه؟ اما یکم قوی باش، قوی باش. دیشب گفت بابا برام قصه میخونی؟ عصبانی شدم، گفتم پسرم تو دیگه بزرگ شدی، وقت قصه شنیدنت نیست. دل بچه رو شکستم، دلش رو شکستم. بلند شو، بلند شو، بلند شو، تو باش. تو چشای من نگاه کن. تو دل هیچ کس رو نشکستی، فهمیدی؟ با هم پیداش میکنیم، با هم پیداش میکنیم. من نمیذارم یه طور موثر برادر زادم کم شه. نه تو، نه اون، نه اصلی. من همیشه کنارتونم. رشید! زنه رو ببرین. میخوای چی کار کنی؟ ای خدا، ببرش. به تو چه؟ زود باش ببرش. میگه میخوای چی کار کنی؟ بازی کی تموم میشه؟ حوصله‌ام سر رفت، بریم پیش مامانه. باشه عزیزم، میریم. اما ناراحت میشم اینجوری میکنی، داریم بازی میکنیم دیگه، قهر میکنم. و نه ستمگر، به ما کاری نداشته باش. بلند شو بری. دیدی اوز جان، خبر رسیده، انگار قرار از اینجا بری. فقط تو. یعنی چی فقط تو؟ اگه بچه نباشه من جایی نمیرم. ساکشو، خیلی حرف میزنی. آبجی آسلی، اوز جان قول دادی که نترسی، قراره الکی وانمود کنی ترسیدی. این یه بازیه، یادت نره. فرهاد توپان و سلطان آبها اینید اصلان یا نجاتت میدن، نترس اوز جان. We'll be right back.
بلم کنی، بلم کنی. دهنتو ببند، صدا در نیاد. بلم کن، کمک، کسی نیست. مگه ما چی کار کردی؟ بلم کن. چرا نتونستم ماشین رو پیدا کنن؟ دادستان همه دوربینا رو بررسی کردن، هیچ اثری ازش نیست. حتما از یه راه فرعی رفتن. پسر من کجاست؟ پسرم رو پیدا کنین. ایت، پیداش میکنیم. گفتم اصلی و عزجان رو پیدا میکنیم. نه کسی زنگ زده، نه پولی خواستن. چرا باید پسر منو بدوزن؟ من اینجام، شنیدی؟ من اینجام. اصلی و عزجان رو پیدا میکنیم، فهمیدی؟ فرهاد، این دست ماست. خیابونم دست ماست کمیسر جم. خیابونم دست ماست. خواهش میکنم، التماس میکنم، حرف بزنین. چی میخواین؟ اون بچه خیلی کوچیکه، تنهایی میترسه، گناه داره. چرا اینجوری میکنی؟ تو رو خدا بلمون کنی. به دادستان بگو اگه میخواد پسرشو ببینه 5 میلیون دلار آماده کنه. چی؟ 5 میلیون دلار؟ دادستان مملکت 5 میلیون دلار از کجا جور کنه؟ یعنی یه فامیل پولدار نداره. کی؟ نامی کمیرخان. مگه داییش نیست؟ آره داییشه. آها، پول باید از همون بخواد. شنیدی؟ وگرنه بچه میمیره. یادت نره اگه دادستان میخواد پسرشو ببینه 5 میلیون دلار آماده کنه، وگرنه بچه میره اون دنیا، فهمیدی؟ چی شد؟ چی کار میکنی؟ ولم کن. چی کار میکنی؟ چه خبره؟ سی ندیده؟ یعنی هیچ کس ندیده؟ فهمیدم. باشه باشه، فهمیدم. بابا آزاد. فرهاد، بگو. به کمکت احتیاج دارم. صدات خوب به نظر نمیرسه، چی شده؟ اصلی و عزجان رو دزدیدن. چی؟ کی؟ امروز صبح. البته من تعقیبشون کردم اما گمشون کردم. باشه باشه، نگران نباش، لازم نیست بترسی. الان پیگیری میکنم. بذار پیگیری کنم، خودم بهت زنگ میزنم. ایوالا، منتظرم بابا. چی شده؟ فرهاد چی گفت؟ اعصابش یکم خورد بود، خیلی مهم نیست. به من دروغ نگید. یه چیزی شده؟ فرهاد خوبه؟ خوبه، حالش خوبه. خب اگه اینطوره چرا بهتون زنگ زده؟ شما چرا انقدر ناراحت شدین؟ تو رو خدا به هم بگی. یه نفر پسر ایتو اصلی رو دزدیده. چی؟ عزجان؟ چرا؟ کی دزدیده؟ با اصلی چی کار دارن؟ هنوز چی نمیدونم، اونم چیز زیادی نمیدونست، زنگ زد کمک خواست. خدایا، با یه سر بچه آخه چی کار دارن؟ تو ناراحت نشو، ناراحت نشو، هر دوشونو صحیح و سالم نجات میدیم، تو نگران نباش. من میرم پیش پسرم، من میرم پیش گیت. بچه ها، یه تر خانومو ببرین خونه دادستان. الو، ایهان؟ آره، اما اصلی رم بردن. ببین، گوش کن چی میگم. الو، الو، فرهاد. اصلی، اصلی، حالت خوبه؟ خوبم، 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 خوبم. عزجان پیشته؟ عزجان خوبه؟ نه، پیشم نیست. بچه رو بل نکردن، بچه رو بل نکردن. حالش خوبه؟ خوبه.
تو یه انبار نگهش میدارن، الان تو یه انباره، نمیدونم کجاست. خیلی خوب، نترس، همین الان یه آدرس بهم بده، زود میام پیشت. نترس، آدرسو بهم بده. ورودی شیله یه پمپ بنزین هست، تو رو خدا زودتر بیا، خیلی میترسم. زودتر بیا. باشه، دارم میام. خیلی ممنون. آفرین رشید جون، آفرین پسر، دیگه هیچی نمونده. صبر کن، بیا 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 بیا، بذار حق تو بدم. عیبی نداره، 500 تا دیگه، باور کن حقت بود پسر. دمت کر. اوه، الو دایی، اصلیو ول کردی؟ آره، چند دقیقه دیگه زنگ میزنه، میگه دایی جون تو رو خدا بیا نجاتم بده. باشه، میبینی تو رو خدا؟ عجب عجب شانسی داره این نامیک امیر خان، قهرمان میشی، قهرمان. دمت کرد. عزیزم خیلی خوشحالی. آره، بدون اینکه تلاشی کنم یا خسته بشم، نعمتای دنیا میافتن جلوی پا. مثلا چی؟ همش مربوط به کاره، یکی دو تا مشکل بود دارم از بین میبرم. کار تمومه. منو زدی. ببین سوراخ شدم. چی شد؟ میریم؟ هنوز نه؟ هنوز نه. از 5 میلیون دلار به ما 1000 دلار میرسه. مگه ما هویجی؟ چه؟ چیزی گفتی؟ این آدم ها دنبال چی هستن؟ چی میخوان؟ خوب فکر کن ایت، فکر کن ببینی این اواخر پا رو دم کسی نذاشتی جز نمیک؟ اون جرأت همچین کاری رو نداره. نمیتونم، یکی دوتا پرونده هست ولی بعید میتونم. از قدیم چی؟ نمیدونم، نمیدونم. خیلی خوب، ولش کن، بذار اصلیو پیدا کنیم، اون همه چیو بهمون میگه. باید پسرمو پیدا کنم. میفهمی؟ قول دادم، قول دادم. پیداش میکنیم ییت، پسرتو پیدا میکنیم، با هم برمیگردین خونه. خوب اگه به خاطر پول دزدیدن چرا تا الان زنگ نزدن؟ خیلی خوب، یکم آروم باش. آروم باش، گفتنش واسه تو راحته، فعلا که بچه من گم شده. اگه بچه توه، برادرزاده منم هست، شنیدی؟ ایت، اعصاب منو خورد نکن، فکر نکن چون آرومم برام اهمیتی نداره. تو هم یکم قوی باش، ما با همین پیداش میکنیم، فهمیدی؟ فهمیدم. سونا جون ببین عزیزم، اگه اتفاقی افتاده بود تو الان خبرش میرسید. پس دیگه خودتو نابود نکن، بیا این قرصو بگیر بخور. بیا عزیزم. فرهاد، الان فرهاد، پسرمو پیدا کردین. پسرم، باش، ممنونم. چی گفت؟ اصلی رو ول کردن، یه تو فرهاد دارن میرن دنبالم، ولی از جانم خوابه اینجا. خب خدا رو شکر خبر خوبی بهت داد.
عزیزم دیگه یکم به خودت بیا. مامان یتر، خدا میدونه بچه من الان تو چه وضعیتی و داره چی کار میکنه. پسرم دلش برای من تنگ میشه، اون دلش برای که من تنگ میشه. مامان یه طرف ما که کاری نکردیم، چجوری دلش رو میاد با یه بچه این کارو بکنه؟ بس دیگه عزیزم، اینقدر خودتو ناراحت نکن. الو آیه تر، منم آزاد. زنگ زدم بگم نگران نباش، همه رو آماده باش کردم، شب نشده عزجان رو پیدا میکنم، خیالت راحت. ممنون، دست درد کنه. بی عزیزم اینو بخور. چه خبره مامان؟ چرا از وقتی رفتم گلسوم اصلا از اتاقش بیرون نیومده؟ من که خیلی راحتم عابد این جونه، اصلا دلم نمیخواد قیافه زن خوشگل تو ببینم. خوبه که حداقل یکم آبرو سرش میشه، تعجب کردم ازش خبری نیست. مامان باید با گلسوم خوب رفتار کنی. امر بفرمایید سرورم. عزیزم چی شده؟ دوستان از کلانتری زنگ زدن، گفتن اصلی اوزجانو دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ نمیدونم کار کیه، اما حتما پیداش میکنن، دادستان کارشو بلده. هولیا تو با من بیا، باهات کار دارم. تو کجا میری؟ آبدین؟ هندان خانم، به نظرم اینقدر به آبدین گیر ندین. اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. خدا رو شکر تو این خونه غیر از نامیک بقیه مردا از زنشون حساب میبرن. الان مشکل ما اینه؟ یه بچه رو دزدیدن، الان مشکل ما اینه؟ فرهاد حالت خوبه؟ ها؟ حالت خوبه؟ مشکلی نیست، اومدم نترس، کنارتم. عزجان کجاست؟ ها؟ اصلی عزجان کجاست؟ اونا کی بودن؟ ایت من معذرت میخوام، تو پارک یهو دیدم عزجان دست یه مرد رو گرفته داره میره، هی داد زدم گفتم شما کی هستین، بعد یهو دیدم جفتمون رو سوار ماشین کردن ما رو با خودشون. خب چی میخواستن؟ چی گفتن؟ چرا شما رو دزدیدن؟ 5 میلیون دلار میخوان. 5 میلیون دلار. چی؟ گفتن از نامیک امیرخان بگیری، وگرنه عزجانو میکشن. حلش میکنیم، نه ترس، حلش میکنیم. نه سوار ماشین چی؟ من پسرمو نجات میدم. سوار شوید. تو رو خدا ایت لجبازی نکن سونا. سونا ایت پسرمو پیدا کردی؟ ایت تو رو خدا بگو پسرم با اصلی بود. ایت عزجان پیش شماست. برای اینکه عزجانو آزاد کنن 5 میلیون دلار میخوان. دخترم سونا خوبی؟ چی شده؟ برای آزادی آموز جان 5 میلیون دلار پول میخواد. 5 میلیون دلار میخوادم ولش کنم. ما که این همه پول نداریم مامان یه تر، از کجا بیاریم آخه؟ خدایا پسرم چطوری نجات بدم؟ آروم باش عزیز دلم، بس دیگه، بس. یه جوری حلش میکنیم، یه فکری میکنیم. آی دیگه دادستان، فکر نکن همیشه میتونی واسه خودت راست راست را بری، آدم ها رو بکشونی سر میز محاکمه. خدا میدونه باز پا رو دم کی گذاشته. میبینی بچهشو بردن، دلم برای مادرش میسوزه، گناه داره، امیدوارم حداقل بچهشو نکشت. مامان آخه این چه طرز حرف زدنه؟ چیه؟ مگه دروغ میگم من؟ مافیاست، قاتله، مگه نه؟ درست میگم دیگه؟ آره درست میگم یا نه؟ آره، ولی بچه است، اونی که دزدیدن یه بچه است. اگه دختر من همچین بلایی سرش میومد دیوونه میشدم. آها، نیست که خیلی عاقلی. پس برو به مادرش دلداری بده،
تو که خوشت میاد از این کارا بکنی ویلدن خانوم. از اصلی چی میخواستن نفهمیدم. خدا میدونه، مگه نمیبینی دختره تو هر کاری دخالت میکنه، حتما باز یه دستگالی به آب داده. دایی نمیتونه کاری بکنه؟ درسته با دادستان یید مشکل دارن، ولی الان وضعیت خیلی فرق میکنه. اون دادستان تو هر فرصتی با نامی کلنجار میره، اما داداش من همش باید به اونا کمک کنه. بس که خوش قلبه. اون همینطوری. گلسوم تو نجدتو با خودت ببر، من یه چند تا تلفن بزنم و بیا. اشکالی نداره مامان. خاله دخترم تو برو پیش سونا تنهاش نذار. آبدین منو ببر خونه. باشه. چی شده؟ چی؟ یعنی چی نتونستیم پیدا کنیم؟ بهتون گفتم طرف دادستانه، به پرونده هاش نگاه کنید. حتما یکی که خصومت داشته این کارو کرده. زود باشین بریم، من رو در جریان بذاریم. خیر باشه بابا، چرا اینقدر نگرانی؟ بایدم باشم، یه ذره بچه رو دزدیدن، خدا میدونه الان پدر و مادرش تو چه حالیان. این نگرانی بیش از حدت شاید برای اینه که نوه یه تر خانومه. آیهان بچه بچه است دیگه، چه اهمیتی داره بچه یکی باشه؟ نه فقط کنجکاو شدم بدونم وقتی مادرم هم مرد انقدر نگران بودی؟ آیهان چی داری میگی؟ ها؟ این سوالایی که میپرسی؟ حرفای کنایه آمیز؟ تهمتای بی ربط؟ میدونی که اصلا خوشم نمیاد. از این حرف میزنم. این چیه؟ هرچی شما به هم میگین میگم چشم. هر کاری که بخواین بدون اینکه سوالی بپرسم. آیهان چی داری میگی؟ بگیر بخون، بخون تا بدونی چی میگم. دوست دارم بدونم چه جوابی داری. میخوای بدونی واقعیت مرگ؟ مادر چی بوده؟ مجدداً تسلیت میگم. اینو کی بهت داده؟ مهم نیست کی داده. بابا اینجا چی نوشته؟ میشه برام توضیح بدی؟ من باید بدونم مادرم چرا کشته شده. من حق دارم اینو بدونم بابا. این نامه کی به دست تو رسیده؟ 3 روز پیش 4 روز پیش. چه فرقی میکنه کی به دستم رسیده؟ تو اینقدر درگیر خانواده فرهاد شدی که حتی یه لحظه هم فرصت نشد اینو بهت بگم. این یعنی چی بابا؟ به نظرت آقا نامیک پولو میده؟ میده، یعنی باید بده. خیالت راحت، شب واسه پسرت قصه میگی. داداش نامیکم کجاست؟ تو با چه روی اومدی اینجا؟ مگه نرفتی بلو؟ نرفتم، به تو چه؟ میگم داداش نامیک کجاست؟ تو هم تقصیری نداری، یکم سخته بتونی از این خونه دل بکنی. مامان بسه، میشه آروم باشی؟ ببین خواهر، نوامو دزدیدن، اعصابم خورده، یک کاری نکن که حرصم و سر تو خالی کنم. یتر باید با حرف بزنم. خیر باشه، بریم تو اتاق. باشه. گفته بودم خوشم نمیاد یه حرفو دوبار بزنم. من قبلا گفتم این خانوم همون آدمیه که بچه منو کشت و از پسر شما سوء استفاده کرد تا بی آبروی دخترشو تمیز کنه. ایدیل جون، بچه تو تازه از دست دادی، غم تازه است، واقعا حق داری، اما تو همین دیروز اومدی تو این خونه، پس جایگاه تو بدون.
جدی میگی؟ از شما ها باید ترسید. بیلدان، تازگی ها زبون دراز شدی؟ بله مامان جون، خیلی باید ببخشی، اما شما آرامش همه رو به هم زدی. میبینید هاندان خانم، دیگه دخترتونم براتون احترامی قائل نیست. من اگه جای شما باشم خیلی آروم و عاقلانه بازی میکنم. با چه روی اومدی اینجا؟ الان وقت این حرفا نیست. از جانو دزدیدم. شنیدم، خبر دارم. آدم ها آسلی رو آزاد کردن، اما به خاطر اوز جان 5 میلیون دلار پول میخواد. 5 میلیون دلار؟ آره. به یت گفتن پولو از تو بگیر. چرا من؟ چون داییشی، دایی پول دارش. ببین نامیک، تو میتونی این پولو بدی، میتونی اون بچه رو نجات بدی. بهت التماس میکنم نگو نه. متاسفم، نمیتونم کاری بکنم. یعنی چی متاسفم؟ یعنی چی نمیتونم؟ نکنه میخوای اون بچه رو به کشتن بدی نامیک؟ یعنی باید به آدمی که همه یه تلاششو میکنه تا منو دستگیر کنه 5 میلیون دلار پول بدم؟ به نظرت عاقلانه است؟ بله، باید بدی. خیلی خوب، اما منم یه شرطی دارم. هر کاری بگی میکنم، هر کاری که بگی. از اینجا نمیری، باید جلوی چشمم باشی. به ای دیل نزدیک نمیشی، نه پسرت تموم شد نه دخترت. باید توی این موضوع به من کمک کنی. باشه، هر کاری که تو بخوای میکنم. تو فقط این بچه رو نجات بده. بله. الو دایی، کجایی؟ خونه اوز جانو. میدونم میدونم. پول میخوام، 5 میلیون دلار. دادستان ایت کنارته؟ آره. خب که چی؟ بهش بگو بیاد حرف بزنیم. چه حرفی میخوای بزنی تو پولو؟ پولو میده، مشکلی نیست، بریم خونه حلش میکنیم. باشه، دادستان ایت باید بیاد به خاطر نجات پسرش از من کمک بخواد. دستمو ببوسه. منم در عرض 1-2 ساعت اون پولو جور میکنم. چطوری میتونی تو همچین شرایطی سوء استفاده کنی؟ سوء استفاده؟ من فقط کاری که لازمه رو انجام میدم. مگه میشه میخوام همچین پولیو بدم، نباید انتظار تشکر داشته باشم؟ نامیک، ببینم درست شنیدم؟ به خاطر نجات بچه واقعا میخوای همچین پولی رو بدی؟ معلومه که میدم. وجدانم، با وجدانم چی کار کنم؟ این یه ذره بچه از گناه داره. بی خیال باشم، نادیده بگیرم؟ چرا باید همچین کاری بکنی؟ بابا یه بچه دادستانه، بره بچهش رو پیدا کنه. به ما چه ربطی داره؟ همان از این وجدان. بعدشم میگن خواهرزاده نامی کمیرخان رو دزدیدن، نامی کمیرخان حاضر نشد هیچ پولی بده. این در شأن ما نیست. ببینم، مگه همین آدم نبود که تو رو برد واسه یه بازجویی؟ زندگیه دیگه، حالا اون میاد اینجا من ازش بازجویی میکنم. فهمیدم عزیزم، اما به نظرت این تسویه حساب یکم گرون تموم نمیشه؟ همیشه تاوان و پاداش نمیتونن هم تراز باشن. Thank you.
دایی همین الان باید پولو جور کنی. ایدیل جون میشه ما رو تنها بذاری؟ شما هم برید، میخوام با ایدیل تنها حرف بزنم. میخوای چی بگی؟ حرفی برای گفتن نیست، پولو آماده کنی کافیه. باشه شما برید. فرهاد بیا پولو جور کن دایی. واقعا ناراحت شدم، از دست دادن فرزند خیلی سخته، خدا به سر دشمن آدم نیاره. ببخشید دادستان، دوست دارم تعارف کنم بشین، اما الان تو شرایط مناسبی نیستیم. حالا که نگفتی بشین. بله نگفتم. موقع بازجویی نباید جلوی دادستان بشینی، باید سر پا وایسی. چطوری؟ دست به سینه خوبه؟ یه جوری که بی احترامی نشه. حق با تو بود دادستان، همین امروز صبح گفتی همدیگر رو میبینیم. ببین حالا دیدیم، اما فکر کنم شرایط اونجوری که شما دوست داشتی نشد، اینطور نیست؟ پولو خجالت نکش، خجالت نکشید، بگو. من دایی تو هم، ما با هم فامیلیم، باید تو روزای خوب و بد کنار همدیگه باشیم. غیر از اینه؟ گفتی چقدر میخوان؟ $5 میلیون. پول زیادیه، اما وقتی موضوع بچه خود آدم باشه خیلی ارزشمند میشه. خیلی اذیتم کردید، بی جهت بهم تهمت زدی. بیا دستمو ببوس، آشتی کنیم. چلو تو خانواده این چیزا قشنگ نیست. آفرین پسر خوب. ببین حالا چه خوب شد. اصلا نگران نباش، در عرض 2 ساعت این مسئله رو حلش میکنم. تو برو خونه استراحت کن، بزنت بگو دایی این پولو میده. 1-2 ساعت دیگه پسرت برمیگرده پیش باباش. اید چی شد؟ راضی نشد؟ ببینم دایی، نکنه داری از فرصت سوء استفاده میکنی؟ چرا قیافه اید اونجوری بود؟ خیر باشه، نکنه داری تسویه حساب میکنی؟ فرهاد
به خاطر آدمی که میخواد منو حتی خود تو رو بندازه تو زندان، دارم ثروتمو خرج میکنم، میفهمی؟ اما تو هنوز نمک نشناسی میکنی. پولو جور میکنم، باشه؟ همه چی تحت کنترله؟ بله دایی، پولو بیار بچه رو نجات بده. چه خونه بزرگیه، زشت آدم بگه خونه. اینجا ویلاست، عمارته. من اگه همه ی عمرم کار کنم، حتی اگه هیچی نخورم پولامو جمع بکنم، میتونم همچین خونه ای بخرم؟ نمیتونم. اینجا چند تا اتاق داره؟ 6 تا، 7 تا، 10 تا. تازه استخرم داره، مگه نه؟ ولی من چی دارم؟ کلی پرونده یه جور و جور با یه شخصیت خودخواه مغرور. اگه بفروشم چقدر میارزه؟ میتونم پسرمو نجات بدم؟ نه، نمیتونم. نمیتونم. حتی 5 کرورش هم نمیارزه. حتی 5 کرور. بله، همینطوریه، همینطوریه. میری تو اتاق آدمی که میخوای دستگیرش کنی، دستاشو دراز میکنه، میگه ببوس، تو هم میبوسی. اما آدم با انصافیه، میدونستی؟ اگه میگفت بشین پامو ببوس، به خاطر جون بچم پاشو میبوسیدم. من اگه افتخاراتمو بفروشم چقدر میارزه؟ حتی اگه بزرگترین مدرک افتخارم هم بفروشم، باز چقدر میارزه؟ نامی کمیل خان، من دادستانی اید اصلان، به خاطر نجات جون بچم شرفمو میفروشم، میخری؟ غرورمو میفروشم، میخری؟ هر چقدر بدی قبوله، جونه نمیزنم. آفرین جنید، این دفعه خوب قصر در رفتی. آقا نمک، ایشون اومدن. بگیم بیاد.
بذار رو میز. الو، یه تر خبری شد؟ مشکل حل شد، متشکرم. چشمت روشن، خوشحال شدم، پس من مزاحمت نمیشم. اگه چیزی لازم داشتین به من خبر بده. حتما. چی شد؟ برو تو. عزیزم اینقدر قصه نخور. ببین داداش نامی گفت حلش میکنه، پولو میده، تموم شد دیگه. یت پسرم چرا هیچی نمیگی؟ بله دادستان گره رو باز کردی، یه ماشین پیدا کردیم که مشخصاتش مثل همون ماشین است. باشه باشه الان میام. یت میشه بگه چی شده؟ یت آبجی اصلی کجاست؟ خسته شدم از این بازی. اون دهنتو ببند جوجه، باشه؟ بد جنس، منو ول کن، وگرنه از قدرت های ماوراییم استفاده می کنم. لکشی دادستان ما رسیدیم، گروه هم دارن میان نزدیک محله. کمیسر جم تو جمع کن، نمیخوام بترسن بلایی سر بچم بیارن. اصلا نگران نباش، از جانا نجات میدم. کم مونده پسرم، نجاتت میدم. امشب هر قصه ای که بخوای واسط میخونم. گوش کن، ممکنه متوجه بشم، حواستو خوب جمع کن. بله چشم، حتما کمیسر. بارو زود باش. اون کجاست؟ دوستتون براش کار پیش اومده، کیفو بدید به من. اینجا چه خبره؟ اون کجاست؟ پای 5 میلیون دلار وسطه، اون وقت به ما چند کروش میدی؟ کیفو بده. کیف
بهت گفتم تو ماشین بمون. بله گفتی. اومد عزجان. عزجان 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 بابا عزجان 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 بابا عزجان عزجان خدا یه شکرت. خوبی خوبی طورید که نشد. اکیپا به گوش باشن، اکیپا به گوش باشن. بهت که گفته بودم میام. شما بریم پشت ساختمون. دیدی گفتم میان؟ آره؟ قربونت برم. آخ. خروجی رو ببندیم. شما هم بریم پشت. ممنون. چشمت روشا. کجا؟ پولو گرفتن رفتن. انگار رفتن پشت ساختمون. داداش مراقب باش. خواهش میکنم. وای تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور. تکون نخور. جونید؟ برو عقب، زود باش، برو عقب، برو برو برو. داداش داداش الو مامان. پسرم پسرم عزجان. من و آبجی اصلی بازی کردیم، دو تا آدم دیگه هم بودن، اونا ما رو دزدیدن. پسرم عزیز دلم بده ببینم. سونا چشمت روشن، پسرت خوبه. من نامیکم، نامیک امیرخان. آقا نامیک خیلی خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم آقا نامیک، خدا خیرتون بده. خواهش میکنم، کاری نکردم، وظیفه بود. مامان یه طرف به میگه مامان داشتم آبجی اصلی بازی. Thank you.
جم زود بشین آمبولانس خبر کنین. بگین آمبولانس بیاد. داداش زود بشین آمبولانس خبر کنین. آمبولانس خبر کنین بگین آمبولانس بیاد. بفرستین مورد داشتیه. داداش چشماتو نبند داداش به من نگاه کن داداش چشماتو نبند داداش تو رو خدا چشماتو نبند داداش تو رو خدا نرو داداش تو رو